در همین مورد پستار مهمانان من در این بحث آقای رفی استانکسی رئیس انسجام و های امور آب آقای سید شعیب سیدزاده آگاه امور اقتصادی آقای محمد یاسین فرحمن آمر دیپارتمنت کشاورزی اکادمی علوم و آقای قیس محمدی آگاه امور اقتصادی هستند سلام بر شما خوش آمدین مهمانان عزیز و و آقای استانک زیب بس هم با شما آغاز میکنیم بهره بند کمال خان چی چیز را بر ولایت نیمروز قرار است با بار بیاورد تشکر بسیار زیاد تشکر سلام خدمت شما بیننده های عزیز تلویزیون تلو امروز جای افتخار جای خوشی است با تمام مردم افغانستان شاید افتتاح بند کمال خان هستیم جلالات ما رئیس جمهور امروز در ولایت نیمروز تشریف دارند و بند کمال خان را افتتاح نمودند بند کمال خان قسمی که شما فرمودین به مردم ولایت نیمروز در بخش زراعت 174 هزار هکتار زمین آبیاری تحت آبیاری قرار میده از این بند که هزینهش 111 میلیون دلار امریکایی هست در چهار فیز شروع شد و سه فیزش عملا تکمیل شده و فاز چهارمش هم در حال تکمیل شدن است بند کمال خان که از جمله خواب دیرینه مردم افغانستان بالخصوص ولایت نیمروز بود قسمی که جلالت ما رئیس جمهور در سخنهای خود گفت که 700 سال قبل مردم نیمروز توقع داشتن، امید داشتن، آرزو داشتند که بند کمال خان احمار شود تا زمین های زرعتی و دشت هایی که لا تحت کشت قرار داده شود بند کمال خان در سال 1345 کار آن شروع شد پس از دوری سردار محمد داوود خان کاری از او متوقف شد که بالاخره در سال 1390 کاریان آغاز شد و در سال 1399 تکمیل شد بله تشکر دوباره به شما برمیگردم آقای سیدزاد از شما میخوایم بپرسم بند کمال خان میتونه به معنای توسیق اقتصادی و شوفای کشاورزی در نیمروز تلقی شود؟ سلام عرض عدب دارم خدمت شما خدمت دوستایی که من اکنون ما رو میبینن البته تاثیرات خود داره مشروط به ای که آرزو و آرمان که قرار است که اینجا ما امید و انتظار زور داشته باشیم او به میان به با طور مثال در اخبار شما گفتین و بعضی دوستای دیگه گفتن 20 نفر کشته شده چندان فعلا معیار و در پلی از زمینه خوبی را که به بار می زیاد نفر را بیکار هستند زمینه کار بر اکثریت مساعد میشه در و منطقه و تاثیرات خود داره بله نظر من است تاثیرات خود داره ما شما از چند لحاظ اینجا فقیر استیم به طور مثال یکی که کشور ما مهات به خشک از سوی دیگه ما شما از لحاظ آبی دارای بحر نیستیم مثلا بعض کشورها هست ترکیه را مثال بتیم بعض کشورهای دیگر را متصل با ابها رو متصل با آب‌های بسیار بزرگ است که از طریق ترانزیت میتونه بالای اقتصادشان تاثیرات مستقیم داشته باشه این میتونه که یک چیزی بالای اقتصاد افغانستان تاثیر داشته باشه به ولایت نمروز دقیقا اما انتظار را که ما داریم این نمیتونه تکافوی کشور کنه باید بیشتر سعی شود و بیشتر تلاش شد بله آقا فرمان باور شما چی از در بخش کشاورزی چون بند کمال خان 174 هزار زمین نمیتونه که آبیاری بکنه با عرض سلام خدمت شما خدمت همکاران تکنیکی شما و بینندای محترم تلویزیون تلو نیوز اجازه بدین با ازی فرصت که دست یافته حلول سال نو برای متنای و احداث بند کمالخانه و افتتاش امروز برای تمام متنای تبریک بگویم که بعد از مدتها انتظار امو امید و آرمانی که داشتیم بسر رسید و از امین جا یک درود پاک بر روان پاک مرحوم سردار محمد داوود خان و امی سربازایی که برای حفظ و نگهداری از این بند جانهای شیرین خود از دست دادن برشان یک درود نصار کنیم در قسمت از ای اگر بگویم که بله صد, صد تمام ساحه اراضی ولایت نیمروز بند کمال خان تحت بزر خواهد آورد این ممکن است به خاطر از اینکه ظرفیت از این بند 50 میلیون متر مکعب آب است و ساحه اراضی که باید تحت بزر آورده شود ارقام اساسا نشان می‌دهد که به 4 میلیون هکتار است که در طول امی سالا تقریبا 77 فیصد از اراضی ولایت نیمرود متاسفانه لا باقی بود ولی این یک ای گام بسیار مثبت گام بسیار نیک است که برداشته شده حداقل اگر ما بگیریم که 170 هزار هکتار تحت بذر بیاید و خوشبختانه خاکای ولایت نیمروز هم از جمله خاکای بسیار حاصل خیز است که قبل از حمله چنگیز و تیمورلنگ این سرزمین به نام گدام آسیا یاد می شد به خاطر از ای که اینمی بنده که امروز احداث شد و امروز افتتاح شد 700 سال قبل ایرا شخص به نام کمال خان از بسیار شکل ابتداییش اعمار کرده بود و مردم از این استفاده می کردن. اگر ما بگیریم که هر هکتار ما نیم تن گندم تولید کنه در یک سال این اگر ما ضرب 180 اشت، هزار کنیم یعنی اضافه از 200 هزار تن گندم ما میتونیم که تنها از امی ولایت بدست بریم که نه تنهایی که خود مردم ولایت نیمروز خودکفا میشن بلکه اکثر ولایات دیگر را تکافوی غذایی شانه میتونه کرده از طرف دیگر در یک فصل در یک سال از خاکای ولایت نیمروز یا از ولایت نیمروز ما میتونیم سه فصل برداشت کنیم که فصل اولش میتونه دمی نباتات که مدت کوتاه حاصل میکنه خصوصا گندم که نیاز اولی مردم است و فصل دومی از این میشه از نباتات صنعتی مثل نباتات تیلی و پنبا و بگیر و نمان استفاده شوه و فصل درست. سومی از از نباتات گرینوزی یا گلخانه که مار گلخانه هم در ولایت نیمروز بسیار به قیمت مناسب تایا میشه بله برمیگردم و جزیات بیشتر در مخش کشاورزی از شما می داشته باشیم قای محمدی از شما می بپرسم برداری از بند کمال خان و صحبت هایی که در کل در مورد اهمیت این بند صورت میگیره میتونه گامی هم بر مدیریت آبهای افغانستان باشه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته فکر میکنم دو دلیل بسیار مهم است که بند دلست. کمال خان بر ما با اهمیت می سازه بله یک موردی است که ما داریم آب با همسایه خود تقسیم میکنیم ماهدات که سال 1351 از طرف آقای شفیق با امرای ایران امضا شده بود داریم اون را تدویق میکنیم این به این معنا که تا دیروز ما قدرت از ایره نداشتیم که ادعای آبای خدا بکنیم آب بیاریم به کنترل خود و ما ایرا به های خود بگوییم که ما میتونیم آبای خدا ما مدیریت بکنیم حق آبای شما را برتان میتیم چیزی که حق ماست باید نزد ما باشه بله. امروز کار ما میتونیم انجام بدیم که یک مورد مهمش هست و مورد دومی است که شما اگر از طرف بدخشان حرکت کنین به طرف مزار و قندهار میبینین که همه افغانستان از شمال شرق به طرف غرب کاملا کوسار هستند ولایت هایی که دشت دارن ولایت هایی که حاصل خیز هستن از دید زراعت بر ما مهم هستن امی ولایت های جنوبی ماسته و ولایت های غربی ماسته این ولایت هایی است که بر ما از دید ناناور بودن بسیار زیاد ناناور هستند اگرچه مادن ما به طرف بالا قرار داره ولی در ولایت نیمروز، هلمند، قندار و امثال هم ما بسیار حاصل خیز هستیم تمام غلی افغانستان و منطقه باید از اینجا تأمین شد به خاطر بر ما مهم است که از بند کمال خان خوبتر دفاع بکنیم و بیاییم امروز سر از او افتخار بکنیم که ما ایره داریم. به جواب سوال شما بله بند کمال خان آغاز امو فصله است که ما دوجه کنترل آبهای خود به دست خود میگیریم شاید بند کمال خان خودش یک ساحه خوب برای توریسم و برای تفریح شوه ولی در کنار از تمام ولایت نیمروز و ولایت های همجوار نیمروز میتونه که رشد اقتصادی چشمگیری را شاهد باشن و آیست آیستا ما بتانیم که ولایت نیمروز خوده یک ولایت سبزی که در ذات ولایت نیمروز است بیابیم بله امون صحبت که امروز رئیس جمهور داشت گفتن که دیگر اختیار آب هلمند در دست خود افغانستان که یک پیام میتونه واسه باشه واقعا واقعا با بند کمال خان ما صرف با ایران امروز داریم که تقسیم آب خود حرف میزنیم ولی هم. ما میتونیم با امرای کشورهای امسایی دیگه ما آبای خود به نحوی تقسیم بکنیم که به اونا ضرر نرسه بر ما مفاده که متوقع بود برسه باعث نزا بین کشورهای امسایه نشه بلکه باعث یک نوع همکاری شده بین اینا تا به امروز وقتی که تمام آب از ای بند میرفت به طرف ایران ما یک نوید دل ما اغده بود که چرا آب ما به اوجه میره ولی امروز وقتی که ما حقابی خود میگیریم ما هم خوش هستیم ایران هم خوش از چیزی که قرارداد کرده بود به دستشان میرسه بله تشکر دوباره برمیگردم گردم قایستان از شما میخوایم بپرسم امروز رئیس جمهور اشاره داشتن به طرف ایران و گفتن که افغانستان پس از این آب را با افتخار بر ایران خواهد فروخت چه پیامه به طرف ایران رو و حکومت چه پلان در این قسمت داره که مایده ما در جای هرمنده بکنه درستش تطبیق بکنه بسیار خوب قسمی که به شما و تمام همتان معلوم است قبل از ایمار بند کمال خان آبهای فراوان به طرف آن طرف مرز دجیریان جریان بود و کشور دوست ما کشور همسایه ایران از او استفاده میکرد ولی بعد از تکمیل کار ساختمان کمال خان آبهای ما مهار میشه مدیریت میشه و ما قسمی که دوستا حاضر در مجلس گفتن مطابق با ماهیدی که خدا بیامورس موسا شفیق با کشور دوست ایران ماهده داشتن مطابق به او آب به ایران اجازه میتیم که سرازیر شوه و از او اضافه آبی که به میمانه تحت مدیریت افغان ها میباشه و زمین های, زمین های که فعلا لا مزروس و دشت های نیمروز است و تحت کشت خواهد درآمد و از او مردم نیمروز مستفید خواهد شد بله من می از شما بپرسم بر بنیاد دو ماده دوم مایده آب هرمن افغانستان مکلف است که به گونه میانگین 22 متر مکعب آب را در هر ثانیه به با ایران باید که برای داده شود اما در طول این سالها چقدر آب به طرف ایران رفت؟ آیا شما محاسبه کرده؟ خب مقداری که شما اشاره کردین طبق ماهده هلمند آبها با شکل متوسط در فی به طرف ایران سرازیر میشه ولی قبل از او در سالهایی که آب فراوان بوده و هایی که سالهای خشک نبوده بارندگی زیاد بوده برف زیاد بوده به بمق... اضافه از دو چند سه چند از این مقدار آب به کشور ایران سرازیر می شد ولی فعلا بعد از تکمیل ای پروژه این پروژه انشاءالله که آبها مهار می و مطابق با ماهیدی که ما داریم آب به طرف ایران سرازیر خواهد شد خب پیش از این چطور بوده؟ پیش از این ما برای شما گفتم که اضافه تر از داری بود مثلا اضافه تر از مقداری بود که ما شما به او اشاره کردیم که دو چند سه چند حتی و بعض در سالهایی که بارندگی فراوان بود از این به طرف ایران آبا سرازیر شده بله آقای سیزاد از شما میخوام بپرسم شما صحبت های آقای استانگزای شنیدین که خب چند برابر آب رخته شده به طرف ایران خب ایران نشان میتن ناشی از ضعف حکومت افغانستان یا که لاقل امون ظلم که اگر ما صحبت کنیم از طرف ایران برای مردم افغانستان با کمال احترام که ما به جناب رئیس دارم موضوع را اگر ما بیایم عادلانه قضاوت کنیم مشکلات ما شما خیلی زیاد داریم اما نکات مثبت هم که اینجا وجود داره او را هم نباید نایده بگیریم به طور مثال اگر ما شما ببینیم بند کمال از سال 1354 این مایده امضا شده امروز عملی میشه کی چندین رئیس جمهور آمده چندین پاچا را نتانست تطبیق کنه این یک امروز نقطه امروز حرف تطبیق میشه این یک نقطه مثبت است. است و موضوع دیگه این قانون است که دکتر سروش یکی از این دانشمند است که از من کده بیشتر مطالعه دارین اون میگه زور یعنی حق حق یعنی زور و کسی که کمزور باشد دائم بالای از او ظلم صورت میگیره یعنی می با به نظر شخصی ما ما باید ایر بپذیریم و باید به سوی خود کفایی پیش بریم تا بتونیم در مقابل کشورهای همسایه حداقل اگر نتونستیم که برابر باشیم این زمینان باید مساعد نشود تا در کشور ما ظلم شود و همچنین سی فیصد آبها را ما میتونیم استفاده کنیم افتاد فیصد, افتاد فیصد باقی مانده در کشورهای همسایه میریده بله. که بند کمال خان یک ویژگی مثبت است اما در مجموع قابل قناعت مردم نیست و از سوی دیگه مردم هم باید حامی و همکار دولت باشه در راستای مثبت باید با دولت همکاری نزدیک باید داشته باشند به طور مثال اکثریت مردم ما زیاد انتقاد میکنند اما طرح خود از آن ندارند و به می اساس اگر شما بین از لحاظ علمی ببینیم ما شما چند نفر متخصص داریم چند نفر اشخاصی را ما شما داریم که دکترها در بخش آب داشته باشه و در این ساحه عملا کار کن و, و نظر دیگه می است که یعنی بخشایی که علمی است بخشی که تخصصی است یا باید از سهمیه و سهمی بندی بیرون شد بطر وزارت تجارت وزارت انرژی و آب و تقاضای ما از جناب رئیس جمهوری است که افراد متخصص افراد کاردان و افرادی که تخصص ویژه در دا بخش داشته باشه باید روی کار بین این به اساس سمیا و سمیا بندی باید یا خارج شون دیتانست یک مشکل کلان باشه بر مدیریت ای یک مشکل با با کلان است بله مسئله دو مینمی ذهنیت مردم باید آماده شد که کشور متعلق به همه نباید اقلیت و اکثریت این موضوعش مطرح باشه یک تعداد خود دهی فکر باشه که اینجا ما از همین کشور هستیم یک تعداد دیگه متقید به نباشه یعنی زینت سازی باید صورت بگیره تا مردم در هماهنگی با دولت در راستای بازسازی کار کنن بله تشکر دوباره بر مقای فرمانده شما میخوایم ما که اکنون که ما میریم به طرف شکوفایی اقتصادی آب خود مدیریت میکنیم طبیعی است که واکنش های در پای خواهد داشت دیدگاه شما چیست در این رابطه خب طبعا وقتی که در طول سالیان متمادی کشورای همسایه از این نعمت خداداد ما به طور رایگان مستفید شدن حال هم واکنش های را نشان خواد دادند ولی این بر ماست به مردم است که دست به دست هم بتیم از این زیربینه های خود آقای فرهمن میشه که ادامه صحبت ها شما رو داشته باشم بفرماین قسمی که قبلا گفتم تا زمانی که مردم امرا با دولت همکار نشن حفاظت هیچ یک از چیز ناممکن است به خاطر اینکه بله. ای مردم در این زینف هستند اما طور که شما امو متخصص ژاپنی امو دکتر ژاپنی تیتسو را بند کوچک را در سر دریای کنر اعمار کرد و مردم او را مورد حمایه خود قرار دادن تا امروز هیچ کسی در اونجا چیزی کرده نتونسته به می ترتیب حال ما از مردم نیمروز خصوصا نو کسایی که از این نعمت مستفید میشن خواهش میکنیم که دست به دست هم بتن در پهلوی دولت استاد شوند و از این بندای خود از داشته های خود از ثروت ملی خود حفاظت کنند چرا تا زمانی که مردم حفاظت نکنه برای دولت مشکل است که تمام نقاط صاحب ساحه تحت پوشش خود قرار بده بله خواه محمدی از شما ما میخوایم بپرسم شما صحبت ها را شنیدین به که پس از این ما پلان داریم که مایده دریای هرمنده گونه درستش تطبیق بکنیم و شخص رئیس جمهور هم اشاره داشتن که بعد از این مفت آب نمیتیم بر کسه باید پول در مقابلش پرداختش شد و با افتخار آب خود بعد از این ما میفروشیم اما پرسش این است که خب این سال که اینقدر آب ریخته شد به ایران و کسی ازشان نپرسید و پول هم ازشان گرفته نشد اکنون چه انتظار امید مردم داشته باشند این راستا؟ من میخوام اولی رو اشاره کنم که به زبان آمیانه مدیریت آب چیره میگم برد. وقتی که آب شاید. از کوههای مختلف جریان پیدا میکنه و ای کلش یک جای میشه به یک شدت بسیار زیاد حرکت میکنه او رو مردم استفاده کرده نمیتونن و کشور استفادهش کرده نمیتونن وقتی که ما میایم در مقابل از این قرار میتیم بند مندازیم آب استاد میکنیم به این معنا که یاب آل قابلیت استفاده را داره ما میتونیم به جایه دیگر انتقال بتیم مورد دومی است که ما در افغانستان متاسفانه در 20 سال گذشته دونرها را نتانستیم قناعت به بتیم که روی بندای ما سرمایه بکنن پولی که فعلا بر بندا مصرف میشه از بودیجه و اواید داخلی مردم افغانستان است به خاطر این شهامت قابل قدر است ضمناً وقتی که بند استاد شوه و سطح آب بیای بالا ما میتونیم دریاچه های کوچک دیگی در بغل ازی بسازیم که آب دوران بتیم ببریم به اطراف دیگه انتقالش بتیم فعلا آب به یک جهت حرکت میکنه در یک مسیر میره ولی وقتی که یه بند پر میشه ما میتونیم دروازه های دیگه بر ازی بسازیم که به اطراف دیگه آب انتقال بتیم بر مردم آم به خانه خانه ای رو برسانیم آب یکی از ماده‌های بسیار زیاد مهم تا 50 سال آینده است حدس ها گمان ها و تحقیقات نشان می که سال 2050 آب داخل استاک مارکت یا مارکت اسهام میشه قسم که امروز تیل دوج فروخته میشه تلا فروخته می, تلا فروخته می نقره فروخته میشه آب به می شکل به فروش خاطر رسید. و حتی و گمان را هم نشان می که در سال 2060 تانکرهای آب مثل تانکرهای تیل از یک جای بدگه دیگری حرکت خاط کردن و اینا لیتر لیتر به فروش خاطر رسید. امروز هم در کشورها آب به صورت معمول لیتروار به فروش میرسه در افغانستان ما یک نمونه بوتلای می میبینیم ولی شما کشورهای عربی رو ببینین بی معمولا وارد کننده آب هستن آب یکی از مواد میشه که در ظرف سی سال آینده مثل تیل بین کشورهای همسایه هم به فروش برسه فکر میکنم که ما میتونیم از امروز آمادگی بر از اون وقت را داشته باشیم آب مهمتر از تیل است اگر آب نباشه حیات نیست ولی اگر تیل نباشه ما صرف اسکیل میدوانیم ایوز یک موتر به خاطر باید آمادگی زیرا را داشته باشیم همه آبهای افغانستان مشخصاً آبهایی که از کوههای خود ما سرچشمه میگیره ما دردش تیر میکنیم، توفانش را تیر میکنیم، سیلابش سیلابشه تیر میکنیم آب را کشورهای دیگه میخورم ما باید امروز آمادگی زیر بگیریم که این آبها را به قیمت مناسب نه ظالمانه به کشورهای همسایه به فروش برسانیم فروش از این ساده است مشکل نیست چندین سال چندین دهه ما به کشورهای همسایه آب و مسترازیر می شد نه ما حساب گرفتیم نه اونا حساب گرفتن من کسی پول پرداخت آه، یک تعدادی از این همسایه اوشیارتر از ما بودن به نام چا آبها زخایر بسیار زیاد بزرگ که بزرگتر از بند کمال خان و بندای دیگی ما هستند در مرز افغانستان برای خود ساختن همه آب که اونجا رفت، اونا هوشیار بودن میفهمیدند که یک روز افغانا بیدار میشن. چاب و بند های بسیار زیاد بزرگ ساختن که بیش از آبهای افغانستان فعلا ذخیره دارن بر خود آب ما را ذخیره کردن خودشان نوش جان استفاده میکنن ولی بعد از این به فرمول باشان با کار نمیکنیم فرمول ما متفاوت شده هر متر مکعبابی که تغییر میکنه و از دروازه و از بند عبور میکنه قابل محاسبه است میتونیم بسیار زیاد براحتی راحتی بزرگ برش بشانیم محاسبه بکنیم چقدر آب برشان دادیم مهم نیست که یک متر مکعبا فعلا چند مفروشیم مهمی است که حالا میتانیم آب خودم محاسبه کرده به اون طرف روان بکنیم حتی اگر به فروش هم نرسانیم مهمی است که برشان بگویم چند متر مکعب آب ما برشان کمک کردیم دادیم بله تشکر باش مبار میگردم آقای استان اگزایش شما صحبت ها شنیدین و خیلی هم واسه که پس از این ما چگونه قرار است که آب خود را به طرف کشورهای همسایه به فروش برسانیم آه. تشکر از سوالتان قسمی که دوستا هم گفت نظر به قانون تعدیل شده و قانون جدید تنظیم امور آب آب از خود قیمت داره و آب یک امتی اقتصادی است تمام آبهایی را که ما مشترک با کشورهای همسایه بلخصوص که چون موضوع بند کمارخان است آبهای مشترکی که با ایران داریم آبی را که ما مطابق با ماهده هلمانس به اونا میتیم آبی است که ما باید به با اونا بودیم به شکل اوسط در, در یک ثانیه ولی اضافه تر از او آبی که هست ما مطابق با مذاکراتی که میشه که با اساس گفتای این جلالت ما رئیس جمهور که امروز گفتن بهتر تنظیم خواهد شد که با کدام میکانیزم ما که با کشورهای همسایه آب به فروش برسانیم یا در این مورد ما با اونا مذاکرات داشته باشیم تا چیزی را که جلالت ما رئیس جمهور امروز در افتتاح بند کمال خان گفتن به اون نایل بیم. درست خب اکنون شما کارا آغاز میکنید یا پیش از این هم صحبت های صورت گرفته که افغانستان قرار است چگونه پس از این کار خود را انجام بده چون خب پیش از این هم با واکنش های خیلی زیاد بخش مدیریت آبهای کشور در غرب افغانستان مشکل زا بوده مثلا پیش از این هم وزیر خارجه ایران گفته بود که تهران میتونه از مسئله ماجرین افغانستان مبادلات مرزی و مسائل دیگر بر حل مشکلات آبهای نا استفاده بکنند خب قسمی که قبلا هم گفتم فعلا اساس ما هلمند است بعد از او ما اولویت میتیم که از آب خود ما در داخل از کشور استفاده بکنیم چه به خاطر آبیاری زمین های زراعتی و چه هم به خاطر آب آشامیدنی اضافه از او آبی که باقی میمانه در صورت ازی که نیازمندی ما را برآورده بسازه و بعدا با اساس لزوم دید جمهوری اسلامی افغانستان رهبری حکومت بعدا تنظیم خواهد شد که با کدام میکانیزم ما این موضوع را پیش ببریم ولی برای فعلا برای ما اساس ماهد هلمند است بعدش اولویت های خود ماش که در بخش سکتور زراعت و آبیاری زمین های زراعتی است و آبهای آشامیدنی و در مرحله سوم چیزی را که جلالت ما رئیس جمهور گفتن او را میشه که باز بعدتر صحبت بکنیم که با کدام میکانیزم و با کدام شکل با جمهوری اسلامی ایران ما این موضوع را پیش خواهد خب اکنون میتونین که شاره خیلی کوتاه داشته باشین در رابطه و بفرماین بگوین که بر اساس مایده دریای هرمند ما هر متر مکب آب به ایران به چند افغانی مفروشیم؟ خب با مقدار آبی که در ماهده هلمند هستند او را ما قیمت در ماهده هلمند برش نداریم که هر متر مکعب ما چقدر با اونا میفروشیم اونجا قیمت از معلوم نیست مطابق خب با خب اساس شما که همین است پس از این تصمیم چیست خب چون سوال شما قسمی بود که ما با کدام مکانیزم آب با ایران نظر به رئیس رئیس جمهور که شما گفتین ما با کدام شکل تنظیم میکنیم ما گفتیم که ماهیده هلمن حساس است فعلا برای ما و مقداری که دو ذکر شده برای از قیمت نشده و بعدش اولایت برای ما سکتور زراعت ما داره که ما آبی که مورد نیاز به سکتور زراعت است او را برآورده بسازیم ای که با کشور دوست ایران ما بهتر چی پروگرامی را در مورد آب داریم ای باز لزوم دیدی رهبری حکمت است که بعدا بالای زو بحث میکنه بله آقای محمدی شما قناعت کرده نصبت آقای استانیگ زی بر مدیریت آب ها که پس از این مقرر است چگونه آب خود به طرف کشور های همسای بفرش میکنم تا به امروز دو ولایت بزرگ ایران از, از ای دریا که منتهی به دریای هامون میشه بله. آب میگرفتن و هر ولایت استوار بر ایاب آب بود سیستان و بلوچستان <تصفح> دقیقا بعد از اینکه ما آب رو خود را کنترل میکنیم سالانه بالاتر از 800 میلیون متر مکعب آب به احساس همون فعلا هم قابل انتقال بر ایران است و یا به اونا ریخته میشه مشخص است که برای چند سال اول ایاب آب کفاف ایران را نمیکنه اونا باید از چا هایی که قبلا ایجاد کردن تاسیس کردن استفاده بکنن ولی شاید بعد از 5 سال و 10 سال نیاز به آب پیدا بکنن ما باید امروز آمادگی ازی را داشته باشیم که برای سال 2030 و, و بالاتر از او با ایران ماهدات جدید را امضا بکنیم که به اساس از او ماسبه هر متر مکعب آب و قیمت فروش از او مشخص شده باشه و ای که در مقابل از ای آب آیا ما پول اخذ کنیم و یا امتای دیگر از ایران میخواییم دریافت بکنیم. بله این صحبت است که باید با رویش کار صورت بگیره آقای سیداد از شما میخوایم بپرسم ام این امین سوال دارم که حکومت افغانستان مسئولیت مکلفیتش بعد از این چیز خب اکنون که ما تصمیم داریم آب خود را به فروش برسانیم و مفت دیگر بر کسی نتیم پس چگونه این روند مدیریت شود بسیار سوال خوب شما اشاره کردین نظر ما ای است که نظر به شرایط زمان باید حکومت حرکت کنه به طور مثال ضرورت مردم ضرورت کشور دیده شود که در فعلا چیز به گفته دلکارنگی باید دیوارا برای روی گذشته و آینده بسته شود فعلا دیده شود به طور مثال شرایط امروز ما میبینیم ما زیاتر به جنسی ضرورت داریم که در افغانستان تولید نمیشه از بیرون مثلا می این رو ببینیم ایران کدام امکانات داره میتونیم در بدل آب جنس هایی که مورد ضرورت جامعه و کشور و مردم ماست از معاملات داشته باشیم به طور مثال در در مقابل آب بله و مثال دیگه که ما برتان بگویم از لحاظ اقتصادی میگه چندین منوی در باید در وجود داشته باشه اما تو باز در سازمان هم می به طور مثال اگر یک کسی مامور رسمی باشد تمام امکانات از او به ماش بستگی داشته باشه زندگی از او یک زندگی نرمال نیست متزلزل است باید چندین مجرای دیگه آدم داشته باشه در صورتی که از وظیفه برکنار میشه در صورتی که یک جنجال می اعلام میکنه وظیفه خود یا باید یگان مجرای دیگه هم داشته باشه و به می اساس این کار فرموده جناب والی را من تایید میکنم این ده سال پس ما شما باید ببینیم و کار را که امروز میکنیم باید این پاسختی ده سال پس باشه نه امروز و موضوع دیگر که ما می خواهیم اشاره داشته باشم همی فعلا ما شما مدیریت تا بده اکثریت جای نداریم متاسفانه بله. عذاب بسیار بگونه ظالمانه و نادلانه استفاده میشه بدون از که دیده شود که ما شما فعلا چقدر رابط داریم در کدام سطح قرار داریم این ای گپ ای اصلا من نظر گرفته نمیشه و شما اگر این اکثریت تمی کوهایی که در افغانستان وجود داره رو ببینید چندین قرن کل مناطق زیر آب بوده و مرور زمان آب کم میشه و آب آنقدر کم میشه که او شاید یک روز تیل بسیار ارزانتر از آب باشه یعنی موضوعات باید ما شما مدیریت از خانواده و از مرکز شروع کنیم و به این قسم به تطریش بریم به سوی ولایت های دیگه و اکثریت همی دشتار شما میبینین سهرها رو میبینین مربوط متعلق به دولت است لا مزرو بدون برنامه ماندگی است کاری صورت نگرفته که باید صورت بگیره و سایر کشورها پلان میسازن پلان به ست سال آینده میسازن به دو ست سال آینده میسازن اما ما پلان ما مقتعی است این متعلق به شخص امروز صبح صورت گرفته و فردا سرش کار میکنه فردا کار میکنه مثلا در یک وزارت خانه شما برین ببینین یک وزیر می یک پلان داره یک استراتژی داره بله با مجرد کی وزیر چند میشه کاملا پلان تغییر می خونه. کار مثلا یک کمی بالا میره پس دیوار چپش نمیره این روان ما شما را به ناکامی میکشونه. این اصلا نمیتونه که باعث پیشرفت ما شما شود همه پلان ما استراتژی ما باید توسط دانشمندان توسط متخصصین باید ساخته شود و تطبیق ازی باید جبری باشه بالای تمام ارگانها. ها در این صورت میتونیم امید ما با آینده داشته باشیم بله تشکر آقای فرامند از شما میخوایم بپرسم مشخص تر در مورد بند کمال خان ما بند سلمارم داشتیم که افتتاح شد با بسیار شوق که مردم داشتن انتظارات که مردم داشتن امید داشتن که بتونن بالاخره استفاده از امیر از این بند داشته باشن اما انتقادهای زیاد هم بود که لاقل ما نتونستیم که شبکه سازی بکنیم و آب برسانیم به زمین های کشاورزان در حال حاضرم که ما تمام زمین های کشاورزی ما زراعت ما وابسته به با برف باران است اگر برف باران بود خب میتونیم خوب داشته باشیم که نبود آب نمیتونیم برسانیم به زمین های کشاورزی گفتن شما چیست نظر مدهی این قسمت تو راست که ما قبلا هم در مورد بند سلما چندین مرتبه گفتم که یعنی به میلیاردها ها دلار مصرف شد آب ذخیره شد ولی ما به صورت بهینه یا مطلوب از او استفاده کرده نتونستیم دلیلش بله. چیز عدم داشتن یک پلان منظم از طرف وزارت محترم زراعت برای ایجاد شبکه های آبرسانی یا کانال های آبرسانی از سربند الا مزرعه امی فعلا هم چند دقیقه قبل ما از رئیس صاحب جمهور شنیدم که حفر یک کانال یا آغاز کار یک کانال امروز شروع میشه دیگه ای توقع است که هر چه زودتر کانال ها حفر شوه شبکه های آبیاری ایجاد شوه و یک موضوع دیگه که اینجا من نمیدانم که این حل شده یا لاین حل است که خدای نخواسته سبب تنازعات و کشمکش های منطقوی نشه ای البته از امی استادیو ما پیشنهاد میکنم برای اداره اراضی که هر چه زودتر در قسمت تقسیم اراضی چرا اراضی بایر اراضی لامزرو ملکیت دولت می باشه. یعنی ملکیت شخص نمی باشه در این جوالی که تحت بزر میایه امی همی چگونگی توضیح ای باید قبلا یعنی آشکار می بود پلان شده می بود که امروز با اونمو مردمی که در اونجا ساکن هستند به طور عادلانه منظم توزیع میشد تا ای که خدای نخواسته سبب کشمکش های قومی ایجاد تفرقه امروز رئیس جمهور اشاره کردن که این زمینه ها را توزیع خواهد کردن یعنی این کار خوب است این یگانه پیشنهاد ما چند روز دست. قبل هم ما سیمینار داشتیم ولی متاسفانه که وقتی از این نرسید که من این پیشنهاد خود همونجا ارائه می کردم که موضوع بسیار مهم موضوع حالی که تحت بازر آمده این تحت آبیاری قرار گرفته باید مالکیتش معلوم شود که به کی تعلق داشته باشه و این مالکیت باید عادلانه به با مو مردمی که در اونجا ساکن است توضیح شود تا که خدای نخواسته مثل که چند قبل سر تقسیم یک قسمتی از جنگلات جلغوزه در ولایت پکتیا بین دو قوم بسیار زده خورده شدید واقع شد و تلفات سنگین به طرفین رخ داد دیگه ما امی پیشنهاد است که هر چه زودتر باید شبکه ها یا کانال های آبرسانی همه مار شود و در پالوش توزیع زمین هم آغاز شود بله تشکر دوباره به شما برمیگردم آقای محمدی از شما میخوام بپرسم نه تنها بند کمال خان نیاز بود بر ما که باید ساخته شا. در کدام بخش های دیگر هم ما نیاز داریم بر توسعه اقتصادی خود مدیریت آبهای خود که بتانیم رشد بکنه افغانستان بند های دیگر هم باید ساخته و یک پلان منظم حکومت داشته باشه بند سلما بند بخش بند کمال خان از جمله بندهای بسیار زیاد عمده و مهم در غرب کشور بودن که روی اینا کار جریان داره و هنوز هم تکمیل نشده بخش چهارم بند کمال خانم انوز زیر کار است کار ما تا ساختن بند و بهره برداری سپردن از او تکمیل نمیشه بعد از او ما کار بیشتر از او داریم بله. یعنی بله. وقتی که آب قابل مدیریت میشه مدیریت آب باید آغاز بکنیم مدیریت آب زمان صورت گرفته میتونه که ما کاسه بند وقتی که پر میشه آبشه به جایی که مورد نیاز ماست مورد نیاز زاری و دیقان است زمین را که از بایر میکشه و به زمین قابل زراعت تبدیل میکنه به او جایی انتقال بتیم این مثل کشیدن سرکاسته اگر کاسه بند پر و ما آبش به جایا و زمینای دیگه انتقال داده نتانیم مجبور استیم دوباره به مو اندازه آب از این کاسه بیرون بکنیم به اندازه که داخل کاسه میاد غیر از اون لبریز میشه کار خراب میشه هنوز میره به طرف ویران شدن بند دوباره به خاطر مهم است که ما قبل از اینکه کاسه بند پر شوه دریاچه های دیگه را از دور و بغل از این کاسه کشیده باشیم آب را درست به هر کسی که و به هر زمینی که نیاز داره انتقال داده باشیم پلوی ازی بخش توزیع کردن زمین بسیار زیاد مهم است متاسفانه از قبل در افغانستان زراعت یک کار انعنوی بوده نه یک کار تجارتی ما سر از امروز وقتی که زمینای جدیده جدید می خواهیم توضیح بکنیم باید به با سرمایه گذار توضیح شود باید به با کس توضیح شود که اوجه زراعت تجارتی انجام داده بتانه این زراعت و محصول را برداره نزدیک از او فابریکه و کمپانی باشه چندین نفر اونجا مشغول کار شده باشن که این محصولات را تبدیل به محصولات صنعتی بکنن و بعد از قابلیت واردات داشته باشه به با جای دیگه انتقال بده در غیر از اون صورت ساختن بند فکر نکنم ما را به آخر کار و آخر راه رسانده را بتون بله ما این پرسش شما را از آقایستان زمین داشته باشم بفرمایید بسیار زیاد تشکر ما هم موضوع را یاداشت گرفتم خدمت دوستا چون اشاره کردن در رابطه با موضوع ایمار کانال ها بعد از اینکه بند به بهره برداری سپرده میشه خدمت دوستا و هم وطنا باید عرض بکنم که بند کمال خان چهار کانال بزرگ از این بند از حوز ذخیره از این بند انحراف پیدا میکنه جدا میشه و میره به همو دشت هایی که است و آب به اون انتقال میده یک فیصدی زیاده از کار ایمار کانال های بند کمال خان که چهار کانال بزرگ است که از این بند جدا میشه پیشرفت خوبی داشته و و فعلا هم کارش جریان داره و ان که در یک الی دو سال که پیش رو داریم کار کانال ها به طور کلی تکمیل خواهد شد همچنان در رابطه با بند سلما دوستای اشاره کردند در قسمت پایان آب بند سلما هم در رابطه با کانال کشی و ایمار کانال ها کار فعلا جریان داره و مطابق با مو بودیجه که اداری تنظیم آب در دست خود داره کار خود به پیش میبره و توجه خاص خود بر ازو داره همچنان به خاطر معلومات دوستا و هماتانا باید بگوییم که به افغانستان کانال های استراتژیک و بزرگ فعلا تحت کار است که از او جمله کانال نهر سراج در ولایت هلمند است کانال شاهی در ولایت لغمان است فعلا کار بالای کانال خوشتیپک یکی از کانال های بسیار بزرگ کشور با شمار میره بله. که حدود نیم میلیون هکتار زمین را تحت آبیاری قرار میده اداری تنظیم امور آب در یرسه کار میکنه و توجه خاص داره و رهبری جمهوری اسلامی افغانستان هم در کل به مدیریت آبها ایمار بندها و همزمان به ایمار بندها پلان به خاطر ایمار کانال ها هم داره و توجه خاصی را برای زودار درست آقای سنگ زای سوال که میخوام از شما داشته باشم در کنار بند کمال خان که آقای محمدی هم اشاره کردن که ما تنها ختم کار ما نیست ما باید کارهای زیاد دیگر هم انجام بدیم چند بند دیگر در پلان شما هست که باید ساخته شود و کارهاش به پیش برده بفرمایید بسیار خوب سوال بسیار خوب قسمی که امروز در افتتاح رئیس عمومی تنظیم امور آب جناب تکل صاحب هم در صحبت های خود اشاره کردند. فعلا در افغانستان دوازده بند بزرگ تحت کار است که از این دوازده بند بزرگ حدود نیم میلیون هکتار زمین زراعتی تحت آبیاری قرار میگیره که از جمله بند توره در ولایت زابل بند شاتوت که کارش انقریب آغاز میگرده همچنان بند بخشاباد که کار تونل انحرافی از او در جریان است و کار ساختمان بندش هم در سال 1400 انشاءالله با شرکت انکشافی ملی ما در مذاکرات هستیم شروع خواهد شد و همچنان بند پاشدان که در ولایت هرات موقعیت داره حدود بیشتر از افتاد فیصد پیشرفت داره بنای است که تحت کار است همچنان اداره تنظیم امور آب در سال 1400 حدود 44 بند متوسط و بزرگ به سطح ملی در اکثریت ولایات افغانستان از نگرا شروع تا حیرات و تخار و قندهار در پلان خود داره که هزینه بند ها حدود 600 میلیون دلار امریکایی خواهد بود و حدود بیشتر از 300 هزار هکتار زمین زراعتی را تحت یابیاری قرار خواهد داد و فعلا ما همراه شرکت انکشافی ملی در مذاکرات هستیم که در سال 1400 بتانیم که کار عملی او را آغاز بکنیم که برای هموطنان ما یک مجدی بسیار خوب است که چهار بند گفتن درست دقیقا بله دخلیتا من یادم است 29 بند دیگر هم پیشنهاد شده بود زمانی که وزارت انرژی و ما داشتیم از آن زمان با بعد که ما چند بار پرسیدم که چندین سال هم گذشت و گفتن که خب از اینا ما پیدا نکردیم برش و پولش از بودجه پیدا نکردیم تا بتوانیم که از تامین بکنیم مردم چیت اطمینان داشته باشند چون چهار بند دیگر ما شاهدش باشیم که ساخته شده خیلی کوتاه چون وقت ما تمام است به شما هم معلوم است ما سابق وزارت انرژی و فعلا اداره تنظیم امور آب در بخش فان رایزینگ و مذاکره با دونرها که بنهای بزرگی ما را تمویل بکنه ولی متاسفانه را با بنهای بزرگ ما آنقدر علاقه مندی که لازم است نداره با توجه خاص جلات ماب رئیس جمهور و رهبری داری ملی تنظیم امور آب چلو چار بندی را که ما گفتیم که در سال 1400 تحت پلان است که کاری از او آغاز خواهد شد از بودیجی ملی و بودیجی حکومت افغانستان تمویل خواهد شد بله تشکر آقای سیدزاده چقدر باورمند استین به بر برنامه حکومت بر مدیریت ها که در حد حرف واقع خیلی کوتاه. به نظر شخصی ما این نظر به عمل دیدن به چه بله. دفتیقشان. که ما میسازیم تر چهار بنده در سال چهار یا خیر؟ اگر روان ما موبی بینیم با او اساس قضاوت کرده میتونیم اما شما باور که هستن؟ باور دارم آه ان شالله. ان که ساخته شا. آقای فرمان دیدگاهش ما اگر ما بتانیم که بندهای های زیاد را بسازیم، به در قسمت آبیاری که نیازمند هستیم، آقای محمدی هم شرکت کرد که ما زمین های تجارتی که تجارتی اگر بسازیم میتونیم مفیدیت بیشتر داشته باشه دیدگاهش وا. خب البته ای دیدگاه ما نظر به شرایط و اوضاع افغانستان قسمی که محمدی صاحب گفت درست است که ما میتونیم به او شکل یعنی زراعت خود از انانویش کشیده به طرف میکانیزه سوق بتیم ولی مشکل دیگه ای داره هرگاه مردم منطقه زینه و نباشن ما حفاظت از این محصولات خود قطعا کرده نمیتونیم شما اوزای افغانستان کاملا درک میکنین زمانی که مردم سهیم نباشه در حفاظتش سهم نمیگیرن این مشکل خلق میکنه از یک طرف شما میبینین که دشمنایی که سالها از زی نفع بردن در انتظار عزیزتن که نمرودی را تخریب بله. کنه از دیگر طرف ما مردم را محروم بسازیم خود به خود زمینه تخریب خواه. بند خود ما فراهم میسازیم بله آقای محمدی اگر هر حکومت در مدیریت آب تنها در حد کاغذ و حرف باقی بمانه چه خواهد چه سر ما من فکر میکنم انوزم ما در دهه 1990 قرار داریم و حرکت به طرف 2030 وجود نداره من مطمئن استم که مدیریت کردن آبهای ما رای از طرف زراعت به طرف صنعت به طرف خدمات است رشد اقتصادی پویایی اقتصادی افغانستان وابسته به می موضوع است بله تشکر سپاس از اینکه حضور یافتین ما برنامه ما شما مهمان